سلام دوستان به کانال دوچمد سمی خیلی خوش اومدین تو این ویدیو میخوایم ادامه بدیم به آموزش آلمانی از پایه در سطح آدودو و تو این ویدیو میخوایم با هم دیگه ببینیم که یک سری از مکانها نیاز به کدوم حرف اضافه دارن در حالت اکوساتیف و در حالت داتیو پس با من همراه باشید با هم شروع میکنیم با دسمیر دسمیر یعنی دریا در حالت اکوزاتیو اگر بخوایم بگیم من میرونم به دریا میگیم ایخ فاغ انس میا حرف اضافه که با میا استفاده میشه هستش ان آرتیکلمون بود دست فاغن میدونید فعلیه که نقل مکان رو بیان میکنه حرف اضافه ان حرفیه که هم میتونه با اکوزاتیو بیاد هم با داتیو وکسل پرپوزیشن گفتیم در این حالت ما نگاه میکنیم ببینیم فعلمون چی میخواد آیا فعلمون نقل مکان داره یا نه و بستگی به اینکه آیا نقل مکان داره از اکوزاتیو استفاده میکنیم و آیا نقل مکان نداره از داتیو استفاده میکنیم پس دستمیه حرف اضافه ان و میگیم Fahre فق انس میان فق نقل مکان بنابراین اکوزتیو میدونید در اکوزاتیو دست همون دست میمونه و اگر نقل مکان نداشته باشیم جامون ثابت باشه سوالمون باشه و و بیستو کجا هستی تو میگیم ایخ بین ام میا من دم دریا هستم ایخ بین ام میا چرا میگیم ام و نمیگیم ایم یا اینکه نمیگیم اینس وقتی که ما میگیم ich gehe اینس meer یعنی اینکه من واقعا راه میرم و وارد خود آب دریا میشم یعنی میتونیم از اینم استفاده کنیم اگر منظورمون این باشه که میخوایم بریم توی آب دریا یعنی که بگیم ich بین ایم meer تو اون موقعیت واقعا ما توی آبیم توی دریایی. ولی وقتی که میخوایم بگیم من میرونم به دریا نمیتونیم بگیم ich انس ins Meer اینکه شما نمیتونید با ماشین برین توی دریا بنابراین میگین انس دم دریا بریم سراغ مکان بعدیمون که هست دی دیکسته دی كسته یعنی ساحل آرتیکلش دیه نیاز داریم باز هم به حرف اضافه ان در حالت اکوزاتیو میدونید که دی همون دی میمونه ان بکسل پرپوزیشنه بعد ببینیم که فعلمون چی میگه حالا ما میخوایم اول با اکوزاتیو شروع کنیم بنابراین بازم فعل استفاده می کنیم که حرکتی نقل مکان داره بازم فاغن روندن ich fahre an die küste من میرونم به دم ساحل ich fahre an die küste و بازم اگر نقل مکان نداشته باشیم سوالمون وو باشه میگیم ich bin an der küste میدونید در می دونید دا داتیف دی میشه der بنابراین an der küste مکان بعدیمون هست ز der see یعنی دریاچه زی میتونه با آرتیکل دی ام بیاد در اون موقعیت به معنی دریایی که خیلی کمتر استفاده میشه بر دریا بیشتر دسمه هم استفاده میشه و دی یعنی زی اسم زی بیشتر بارتیکل با دی ام میاد به معنی دریاچه خب میدونید آرتیکل دی در داتیف هستش دین در آکوزاتیو هستش دین و خب باسم اگه ما بخوایم بگیم من میرونم به دریاچه نمیتونیم بگیم از این نمیتونیم استفاده کنیم باید از استفاده کنیم چون که بازم فقط دمش میتونید برونید. بنابراین میگیم ich fahre an den See. akkusativ Ich fahre an den See. Wohin fährst du? به کجا میرونی تو؟ نقل مکان داریم بنابراین accusativ. و در داتیف میگیم ich bin am زی یکی میپرسه و بیستو میگیم Ich بین ام زی من دم دریاچه هستم مکان بعدیمون هست Der دیشتراند. دیشتراند یعنی باز هم ساحل اینجا باز هم نیاز داریم به حرف اضافه ان میگیم ایخ گیه ان دین شترند اکوزاتیف نقل مکان داریم با فعل گین به معنی رفتن Ich gehe an den See. ببخشید زی قرار نبود شترند اندین شترند من میرم به ساحل سؤالمون هست وهین گیستو به کجا میری تو نقل مکان ولی اگر در داتیب اگه که بپرسه و بیستو و ما بخوایم بگیم دم ساحل هستم میگیم ایخ بین ام شترند ایخ بین ام شترند من دم ساحل هستم مکان بعدیمون هست دی اینزل دی اینزل یعنی جزیره ما برای اینزل نیاز داریم به حرف اضافه اوف روی جزیره هستم داخل جزیره نمیگیم در آلمانی میگیم من روی جزیره هستم ich bin auf der Insel dativ ich bin auf der Insel من روی جزیره هستم. Ich bin auf einer Insel. من روی یک جزیره هستم. حالا مثلا بخوایم بگیم من پرواز میکنم به یک جزیره میگیم Ich fliege auf eine اینزل. من پرواز میکنم روی یک جزیره. Ich fliege auf eine اینزل. باز نقل مکان داریم با فعل fliegen برابر همین نیاز داریم به اکوزاتیو. مکان بعدیمون هست دست لند. میدونید دست لند میتونه به معنی کشور باشه ولی همینطور میتونه به معنی یک جای دهاتور باشه. دهکده مثلا باشه. به اونم میشه گفت لند. جایی که خیلی مزرعه زیاد داره و آره دیگه دهاتور مثلا. در اون صورت از حرف اضافه اوف استفاده میکنیم. وی فاغن آفس لند ما میرونیم به همون یه جایی که دهات توره یه جایی که خیلی سرسبزه مزرعه دور برش زیاده وی فاغن لند این دین در تعطیلات فاغن وی آفس لند میرونیم ما به یک جایی که دهات توره یا یعنی اینکه مثلا بخوایم بگیم ما یک جایی که دهات توره یه جایی که دهکده مانند و سرسبز و مزرعه و اینا زیاد داخلش هستو. در اون صورت میتونیم بگیم وی لبن اوف دیم لند وی لبن دیم لند ما داخل یک جایی که دهاتور زندگی میکنیم یعنی داخل شهر زندگی نمیکنیم پس دیدین اگر لند به معنی دهکت طور حالا امیدوارم توضیحات مشخص کرده باشن منظور چیه اگر به معنی کشور نباشه از حرف اضافه اوف استفاده میکنیم مکان بعدیمون هست دی وست دی ویسته یعنی کویر بخوایم بگیم من به کویر میرونم میگیم ich فاغ این دی Wüste از حرف اضافه این استفاده میکنیم ایخ فاغ این دی وست ایخ بین این در وسته میدونید این هم جزو حروف اضافه ایه که وکسل پرپوزیسیونه یعنی اینکه باید ببینیم که فعلمون نقل مکان داره یا نه سوالمون وحینه اگر وحین باشه به کجا اکوزاتیو بعدش میاد اگر سوالمون و باشه کجا بعدش داتیو میاد پس "Ich fahre in die Wüste"، "Ich bin این der Wüste". مکان بعدیمون دی جایی که کوه هست کوه ها در این صورت هم اگر بخوایم یه جایی بریم که کوه نوردی طور باشه جایی که کوه زیاد باشه در اون صورت از حرف اضافه این استفاده می کنیم توجه کنید که ما الان اینجا نمی بگیم من از یک کوهی دارم میرم بالا یا اینکه می کوهنوردی کوه نوردی کنم مثلا اگر بخوایم در مسافرت بریم جایی که کوه زیاده یا اینکه به دلیل کوهنوردی بریم مسافرت به جایی که کوه هست میتونیم از دی برگ استفاده کنیم و بگیم بی فاقن این دی برگه ما میرونیم به یک جایی که کوها هستند حالا کوه نوردی میتونیم بکنیم یا میتونیم حالا مثلا فقط یه خونه گرفته باشیم فقط میخوام توضیح میدم که منظور مشخص بشه دیا برگ یعنی اینکه کو کوه اگر مثلا بخوایم کوه نوردی کنیم میگیم steige auf آفدین Berg یا اینکه ای کلتا دینبگوخ ایلتای کلتاغ دین بگ هوخ ب... دین... یعنی من از این کو میرم بالا صخره سخن... نوردی میکنم روی این کو اینجا ما داریم راجع به یک مکانی صحبت میکنیم که مثلا به طور کلی بخوایم بگیم کجا میریم مسافرت ولی نخوایم اسم اون مکان رو حتما بیاریم اوکی پس میگیم ایh فق ایندی بگ و اگر بخواییم بگیم کجا هستم؟ ایش بین این دن بیرگن ایش بین این دن بیرگن داتیف برای همین دی برگه میدونید پلورال در داتیف دی پلورال تبدیل, تبدیل میشه به دین این دین برگن این جزوه این برگ جزوه اسمایی هستش که یک دونه این باید در آخرش بدیم بهش وقتی که داتیف داریم همینطور از این استفاده می کنیم برای بخوایم بگیم من مثلا مسافرت میرم به جنوب میرم به شمال میرم به شرق به غرب این دین زودن این دین وستن این دین آستن این دین نوردن وی فلیگن این دین زودن ما به جنوب پرواز میکنیم Europas in den Süden. و اگر بخوایم بگیم ما در جنوب هستیم میگیم wir sind im Süden. پس wir fliegen این den Süden. در زودن میشه دین زودن و وقتی بگیم اونجا هستیم نقل مکان نداریم میگیم ویزیند ام زودن همینطور برای والد جنگل وقتی بخوایم بگیم من میرم به جنگل میگیم ich gehe in den Wald از حرف اضافه این استفاده میکنیم ich gehe in den Wald gehe نقل مکان داره برای همین اکوزاتیف وقتی که بخوایم بگیم من توی جنگل هستم میگیم ich bin im Wald من داخل جنگل هستم ich bin im Wald وقتی که میخوایم راجع کشورها یا اینکه راجع شهرها صحبت کنیم از حرف اضافه ناخ استفاده میکنیم مثلا میگیم ich fahre nach berlin ich fahre nach spanien میدونید که آرتیکل ندارن و وقتی که میخوایم بگیم اونجا هستم میگیم ich bin in berlin یا اینکه ich bin in Spanien. من در برلین هستم، من در اسپانیا هستم. پس برای شهرها و کشورها از ناخ وقتی که میخوایم بگیم به اونجا میرم و از این وقتی که میخوایم بگیم اونجا هستم استفاده میکنیم. یه سری کشورها هم هستن که همونجور که میدونید آرتیکل دارن اگر همچین کشورهایی رو داشته باشیم باید هم وقتی که میخوایم به اونجا بریم از این استفاده کنیم هم باید وقتی که اونجا هستیم از این استفاده کنیم مثلا دی میگیم ich fliege in die Schweiz نمیگیم nach از این استفاده میکنیم من پرواز میکنم به سوئیس چرا چون که سوئیس آرتیکل داره یا یعنی اینکه ich fliege in die Türkei ترکیه هم آرتیکل داره آرتیکل دی بنابراین از این استفاده می کنیم به عنوان حرف اضافه و وقتی که بخوایم بگیم من در سوئیس هستم یا اینکه من در ترکیه هستم میگیم ich bin in der Schweiz داتیف یا اینکه ich bin in der Türkei باز هم der دی ترکیه میشه der Türkei به دلیل داتیف پس این حروف اضافه ای که الان ما اینجا با هم دیدیم همشون حروف اضافه ای بودن که وکسل پرپوزیشن هستن یعنی باید توجه کنیم ببینیم فعلمون چی میخواد آیا فعلمون حرکتی نقل مکان داره یا اینکه نه اگر فعلمون نقل مکان رو داره بیان میکنه سوالمون هست وهین در این صورت وهین یعنی به کجا در این صورت ما باید از اکوزتیو استفاده کنیم و اگر فعلمون نقل مکان داره بیان نمیکنه و ما سوالمون هست و یعنی کجا در این صورت باید از داتیو استفاده کنیم این مکان ها رو باید با حروف اضافه ای که الان اینجا یاد گرفتیم یاد بگیرین و حفظ کنید یک سری هم که گفتم مثلا انسمه به این دلیل که اگر من واقعا بخوام با پا برم توی آب برم داخل آب از این استفاده می کنم ولی معمولا خب میخوایم بگیم من دم ساحل هستم من دم آب هستم دیگه درسته بیشتر این پیش میاد وقتی که داریم راجع به مسافرتمون صحبت میکنیم تو اون لحظه که تو آب نیستیم پس باید معمولا از ان استفاده کنیم داشتم میگفتم این مکان ها رو باید با این حروف اضافه حفظ کنید و همیشه از این حروف اضافه استفاده کنید به غیر از یک سری زمان ها که استثناء هست دیگه که یکی دو نکته رو هم اشاره کردم اینجا دوستان این ویدیو رو اینجا تموم میکنم اگر سوالی براتون پیش اومد بعد از دیدن ویدیو خوشحال میشم برم تو کامنت ها بنویسین و جواب میدم امیدوارم که این ویدیو مورد استفادهتون قرار بگیره تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون باشه